در دهه 1990 در ایالات متحده آزمایشی انجام شد که در نهایت طبقه بندی و از دسترس عموم خارج شد. در این آزمایش یک گروه از افراد مسن بالای 80 سال را از دیگران جدا کردند و در شهری سکنا دادند که ساختار جامعه آن همچون دهه 1950 طراحی شده بود. از خورد و خوراک و پوشاک گرفته تا وسایل نقلیه، موسیقی، برنامه‌های تلویزیونی و حتی رادیویی. بعد از یک هفته بیماری آنها شروع به بهبود کرد و بعد از 3 هفته همه آنها پر انرژی را می رفتند و دیگر از عصا استفاده نمی کردند. بعد از 6 ماه اعضای بدن آنها بین 10 تا 20 سال جوانتر از چیزی شده بود که قبل تر بود. آری، درست متوجه شدید. همه چیز در ذهن شماست. آن افراد به طور ذهنی به سال 1955 برگشته بودند و ژن‌های آنها با ادراک ذهن آنها سازگار شدند. بله، ژن‌ها آن چیزی نیستند که توسط علم امروزی به ما گفته شده است. ژن‌ها واحدهایی هستند که توسط آگاهی و برای تحقق یک قصد ایجاد می‌شوند. ژن‌ها ثابت نیستند. آنها آیتم‌های را تنظیم می‌کنند. طرح‌هایی که شما در طول زندگی قربانیان هستید. ژن‌ها را می‌توان بازنویسی کرد. میتوان آنها را پاک کرد و میتوان آنها را به عنوان ژن‌های کاملا جدید توسعه داد. در واقع ژن‌های کاملا جدید همیشه ایجاد میشوند. آنها به محرک‌های دنیای بیرونی پاسخ میدهند، یعنی خارج از سلولی که آنها را در خود دارد. این محرک‌ها در نتیجه ادراک سوژه از دنیای بیرون به وجود میآیند و ادراک سوژه به شعور، آگاهی و فرکانس وجودی آن بستگی دارد. این جمله آخر را می توان با مطالعات دکتر اپیژنتیک بروس لیپتون به وضوح درک کرد. بروس پس از سالها مطالعه به این نتیجه رسید که این باورها هستند که زیست شناسی انسان را کنترل می کنند، نه دی ان ای و وراثت. اما آنچه که اکنون به شما خواهم گفت بسیار فراتر از مطالعات و یافته های دکتر بروس است. آنچه من به شما میگویم این است که اپیژنتیک نه تنها این است که چگونه ذهن و ادراک بدن شما را به سطح ژنتیکی تغییر میدهد، بلکه در واقع نحوه ساخت کل بدن شما است. این نتیجه ادراک و آگاهی شما و همچنین فرکانس وجودی شما است. ژن‌ها به عنوان تفسیر سایه‌ای سطحی از وجود بالاتر از آن سطحی که درک می‌کنید، مطالعه می‌کنید یا در آن زندگی می‌کنید ایجاد می‌شوند. این نتیجه الگوهای انرژی، فرایند تجلی تمرکز، هدف شما، آگاهی شما و فرکانس است. هرچند که در طول تاریخ بارها تلاش‌های زیادی برای تغییر ژنوم انسان توسط گونه‌های پسرونده ایجاد شده است و البته که همچنان ادامه دارد، اما از آنجایی که ژن‌ها چیزهای ثابت، قطعی و غیر قابل انعطاف نیستند و به دلیل نرخ تماس انسان با خود برتر، اینها خود را به پیکربندی اولیه خود بازنویسی می‌کنند و تغییرات را پاک می‌کنند. به همین دلیل موجی منفی در سراسر زمین تنین انداخته است و هر سال بدتر می شود. زیرا این امواج منفی مانع اصلی ارتباط تو با خود برتر و در نهایت رهایی از این بند است. اما از آنجایی که در چند سال گذشته شاهد آخرین تلاش آنها بودید، بنابراین این مهم است که هرچه زودتر خودتان را از فرکانس های پایین دور کنید تا ژنوم شما بتواند خود را به پیکربندی اولیه خود بازنویسی کند. انسانی که بتواند با خود برتر ارتباط برقرار کند، میتواند ارتباط بسیار قوی هم با دنیای خارج داشته باشد. و اگر تعداد این افراد زیاد باشد، آنها در نهایت شورش خواهند کرد. چرا که آگاه میشوند و وقتی که آگاه شدن میدانند که مسیر چیست و چه باید کرد. حتما میپرسید که چگونه میتوان با دنیای خارج ارتباط برقرار کرد. خب در واقع همه انسان‌های روی زمین تلپاتیک، دانا و ذاتی ابدی هستند. اما شما آموزش دیدید که آنچه که درونتان دارید را رد کنید و نادیده بگیرید. بنابراین شما هرگز مطلع نمیشوید که میتوانید به طور تلپاتی نه تنها با دیگران بلکه با جهان خارج از اینجا ارتباط برقرار کنید. و دوباره به همین دلیل است که امواج منفی وجود دارد و حتی در سبد غذایی امروز خوراکی های یافت می شود که کاملا مهندسی شده هستند.
و یا فلوراید را میتوان در بسیاری از مواد مصرفی امروزه یافت، زیرا اینها باعث فیلتر شدن قده صنوبری شما میشوند، یعنی دقیقاً جایی که این امکان را به شما میدهد تا پیام‌ها را کدشکنی و در فرمی که درک میکنید دریافت کنید. در واقع اگر بیدار شوید میبینید که در هزار تویی از فیلترها زندگی میکنید که به ظاهر هیچ راه فراری از آنها وجود ندارد. در ابتدای ویدیو دیدید حتی محیط اطراف شما هم نوعی فیلتر است. بیایید صادق باشیم. آیا تا به حال پیش نیامده وقتی که تنها در عالم خود نشستی کسی در کنار گوشت پچ پچ کند؟ ناگهان بر میگردی و به اطراف نگاه میکنی، اما در آنجا کسی نیست، زیرا تو این صدا را نه از طریق گوش بلکه درون ذهنت میشنوی. بله، من درباره این صحبت میکنم. برخی آن را تلپاتی مینامند، برخی مدیوم شدن و برخی چنلینگ یا همان کانال شدن. در واقع تفاوتی بین کانال شدن و تلپاتی و دریافت پیام وجود دارد و آن هم این است که در کانال شدن شما توسط کسی که به آن وصل می شوید تسخیر می شوید و در واقع او به جای شما صحبت می کند و خود شما چیزی به یاد نخواهید آورد. اما در تلپاتی شما هرگز تسخیر نمی شوید و آگاهانه پیام دریافت می کنید و البته که پیام هم می فرستید. در واقع اگر تاریخ را بررسی کنید متوجه می شوید که نه تنها شنیدن صدا بلکه دریافت راهنمایی توسط آن صدا در طول تاریخ بارها و بارها ثبت شده است. از اوراکل دلفی در یونان باستان گرفته تا سنت‌های مختلف باستانی در هندویسم، بودیسم، تائوئیسم و حتی اسلام. هرچند همانطور که جلوتر گفتم تلپاتی یک تجربه جهانی بشری است که ممکن است برای بسیاری از افراد اتفاق بیفتد. اما چند درصد شما این را جدی گرفتید؟ بیشتر این افراد چنل شدن را دقیقاً بعد از براهما مورتا تجربه می کنند. یعنی دقیقاً زمانی که بعد از انجام مراقبه آرام می گیرند و فقط گوش می دهند. با ذهن خود گوش می دهند. کاری که بزرگان تاریخ انجام می دادند. مانند لئوناردو داوینچی، توماس ادیسون و غیره. نیکولا تسلا می گوید بهترین کار این است که در شب کار کنید، به دلیل پیوند نزدیک با نور ستارگان. به هر حال شکی نیست که به شما گفته شده است که این صداها شیاطین، اجنه و یا از دنیای ارواح هستند و از آنها دوری کنید. اما فراموش نکنید که ترس بزرگترین سلاح آنها برای دور کردن شما از واقعیت و نگه داشتن شما در فرکانس های پایین است. زیرا شما را خابیده و در همین دنیای سبودی که هستید دوست دارند. آن بیرون شما انسان نیستید و هیچ چیز سبودی نیست. در واقع بیرونی که من میگویم به اندازه یک تار مو از تو فاصله دارد. به این گوش کنید. از او پرسیدند آیا انسانهای دیگری و جهان دیگری وجود دارد؟ او پاسخ داد همانا همکنون در همینجا انسانها و موجوداتی دیگر حضور دارند، اما شما آنها را نمیبینید. اما چرا؟ چون جهان هستی محدود به این بعد سوم نبوده و نیست. اما حواس شما فقط میتواند این هولوگرام سه‌بعدی را درک کند که شما را در این بعد محدود کرده است. این به زبان ساده یعنی شما فقط میتوانید از آنچه حواس محدود شما میتوانند تشخیص دهند آگاه باشید. این همه شما را تحت تأثیر قرار میدهد. سیستم ماتریکس سه‌بعدی تمام افکار و احساسات شما را میخواند و فرکانس های منطبق را به هم وصل میکند. آیا تا به حال به کمربند ونالن فکر کرده اید؟ علم جاری می گوید که کمربندهای ونالن زمین ناحیه‌ای از ذرات پر انرژی یا به عبارتی یک میدان الکترومغناطیسی قوی هستند که سیاره ما را احاطه کردند. این کمربندهای تابشی ذرات باردار را به دام می اندازند و از ما در برابر اثرات تشعشعات فضا محافظت می کنند. جالب است نه؟ اما این را می توان اینگونه هم توصیف کرد. کمربندهای ونالن زمین میدان الکترومغناطیسی قوی هستند که اجازه خروج از این سیاره را به هیچ موجود زنده‌ای نمی‌دهند. آره، این همان دیوار آتشین ماتریکس سه‌بعدی است.
هیچ موجود زنده‌ای که ما میشناسیم نمیتواند بدون داشتن تکنولوژی که بتواند فرکانس را تغییر دهد و کنترل کند از این کمربند عبور کند. و حتی طبق علوم باستانی روح‌هایی که به اندازه کافی تکامل نیافتند دوباره در آنجا تناسخ خواهند یافت. اما انسانی که تکامل یافته است میتواند از این زندان سه‌بعدی فرار کند. به همین دلیل است که افراد منفی نمیخواهند اطلاعات اصلی به گوش شما برسد. آنها نمیخواهند که انسانها فرار کنند زیرا آنها بردگان خود را از دست میدهند. این ماتریکس سه‌بعدی ادراک مردم را به یک پهنای باند مجموعه ای از ادراک قفل میکند و این پهنای باند نور سفید است. بنابراین با اینکه ابعاد بالاتر همکنون و در همینجا وجود دارند اما ما نمیتوانیم آنها را با پنج ادراکی که داریم درک کنیم. در واقع وقتی که درباره ابعاد بالاتر صحبت میکنم منظور آن چیزی نیست که با اعداد و اشکال هندسی ترسیم میکنیم، زیرا این بعدی که از آن صحبت میکنم در واقع یک انرژی پتانسیل کل از فرکانس پایین تا فرکانس بسیار بالا است. وقتی که ما در بعد سوم هستیم در واقع در فرکانسی بین 3 تا 4 هستیم، زیرا هر بعد خود محدوده یک فرکانس است که تشکیل شده از فرکانس ارتعاشی 0 تا 1000 می باشد. و وقتی که ما در فرکانس هستیم یعنی فقط فرکانس های 1 تا 3 و برای برخی تا لبه 4 را دریافت می کنیم. اما اگر ناگهان ماتریکس سه‌بعدی خاموش شود به ناگه وارد ابعاد بالاتر می شویم و این یعنی ناگهان چیزهایی را می بینیم که تا کنون وجود داشته است و از دید ما پنهان بوده. حیوانات بین بعدی را می‌بینید که در خیابان‌ها می‌دوند. بشقاب پرنده‌ها و حتی موجوداتی که تاکنون آنها را ارواح می‌نامیدید. اکنون شما جزئی از یک کل هستید. ما می‌دانیم که در مسایر 45 یا همان خوشه ستاره پلایدیس، ستاره‌ای به نام تالگت وجود دارد و سیاره‌ای به نام ارا به دور این ستاره می‌چرخد. گوشیا دوستاگ متولد لایستان در سال 2013 از طریق تلپاتی با گروهی ارتباط برقرار می کند که خود را ساکنان سیاره ارا می نامند و اطلاعاتی درباره زمین و انسانها به او می دهند. در واقع اینکه کمربند ونالن دیوار آتشین ماتریکس سه‌بعدی است یکی از گفتهای سوارو به دوشیا درباره دنیای ما انسان هاست. به گفته سوارو، آنها بارها توسط فناوری خاصی که برای ساخت واقعیت مجازی استفاده می شود، ماتریکس دیجیتالی که زمین را کنترل می کند، هک کردند و به دنیای ما آمدند. این گونه شبیه انسان ظاهر شده و رفتار کردند، در حالی که نبودند. اما چرا این موضوع نظر من را به خود جلب کرد؟ بیایید قسمتی از ویدیوی پسران میتراس 1 را مرور کنیم. طبق اسرار میترا، او هنگام ترک زمین اینگونه میگوید: همانطور که شما مراقبه میکنید، ما برای یکی شدن از طریق قلمرو روح مشترک ارتباط برقرار میکنیم. بدانید که سرعت فکر محدودیتی ندارد و راه‌های عشق را برای پیشبردتان به جلو درک کنید. به خوبی در مورد فضل افکار بی حد و حصر خود فکر کنید و از طریق چالش‌های شجاعانه برای پیوستن به دنیای ما تلاش کنید. شک ندارم که این جمله حسابی نظر شما را جلب کرده است. ما برای یکی شدن از طریق قلمرو روح مشترک ارتباط برقرار می‌کنیم. در اینجا او به معنای واقعی کلمه به همین تلپاتی و یا کانال شدن اشاره می‌کند و در جمله بعد کلید خروج از این سیستم را در عشق ورزیدن می‌داند. اما موضوع مهمتری وجود دارد. ابتدا توجه داشته باشید که نام دیگر پلایدیس هفت خواهر است که در شمال صورت فلکی تاورس قرار دارد. حالا بیایید به معبد میترا برویم. آنچه در تصویر میبینید میگوید که در تاریخ 22 دسامبر میترا از طریق صورت فلکی تاورس خوشه ستاره‌ای هفت خواهر به زمین آمد. چرا؟ نور از طریق صورت فلکی کاپریکون به سمت زمین میتابد. ما می دانیم که زمین بین 22 و 23 دسامبر وارد کاپریکون می شود. ما این را با نام زایش نور، تولد میترا و یا شب یلدا می شناسیم و جشن می گیریم. میترا بر روی گاوی نشسته است که این نماد صورت فلکی تاورس است و در شنل او ستاره های هفت خواهر به وضوح نمایان هستند.
اما این روز، یعنی تقریبا 23 دسامبر، تولد یک نفر دیگر هم هست. بله، عیسای ناصری. اما چرا این اهمیت دارد؟ زیرا در انجیل آموس 5:8 می‌خوانیم که نوشته است: به دنبال کسی بگردید که اوریون و 7 خواهر را آفرید. اما آموس که بود؟ آموس یک چوپان معمولی بود که صدای خدا را میشنید و وعده آمدن مسیح را داد. اما چرا فقط او صدای خدا را میشنید و اطرافیانش نه؟ چون او صدا را در ذهنش و به وسیله آگاهیش میشنید. یعنی همان کانال شدن. اکنون سوال این است که آیا این خدا بود که با او صحبت میکرد یا کسی از دنیای بیرون؟ در واقع پلایدس یا همان 7 خواهر برای اولین بار در سال 1610 و توسط گالیله کشف شد. بنابراین سوال مهمتر این است که پس چگونه آموس هزاران سال قبل‌تر از وجود 7 خواهر خبر داشت؟ به این دقت کنید، عیسی به جان رسول ظاهر می شود و به او می گوید که آنچه را که می بینی نوشته و به 7 کلیسای پرگاموس، تیاتیرا، ساردیس، فیلادلفیا، لاودیسه، سمیرنا و افسس بفرست. آنچه گفتم در مکاشفه 1:1:1 آمده است. یک نمادی برای وحدت و هستی است. اما نکته مهم این است که موقعیت جغرافیایی این کلیساها دقیقاً برابر است با موقعیت قرار گرفتن ستاره‌های 7 خواهر در آسمان. حالا سوال این است که آیا تمام اینها اتفاقی است؟ در واقع پاسخ این است که نه، اتفاقی نیست. در نهایت برای تلپاتیک شدن باید بتوانید ابتدا با خود برتر ارتباط برقرار کنید تا ژنوم شما بتواند خود را به پیکربندی اولیه خود بازنویسی کند. خب، اگر خود را در مراحل بالای بیداری معنوی می‌بینید، ابتدا کمی عضلات خود را بکشید یا کمی یوگا انجام دهید. برای یک آغازگر دریافت پیام تلپاتیک نیاز به تمرکز ذهنی زیادی دارد. بنابراین سعی کنید از نظر ذهنی آرام باشید و حواس خود را متمرکز کنید. لباسی به تن کنید که بدنتان در آن راحت باشد. موسیقی سولفژ 417 هرتز یا یکی از موسیقی‌های تمرکز را به مدت 10 تا 15 دقیقه پخش کنید، به طوری که موسیقی بدون به هم زدن تمرکز شما خود به خود قطع شود و بعد از اتمام این موسیقی هیچ صدایی جز صدای طبیعت در اطراف شما نباشد. بعد از پلی کردن موسیقی چشمانتان را ببندید و بین 10 تا 15 دقیقه مراقبه ذهن متمرکز را انجام دهید. سپس در همان حالت بمانید و فقط گوش دهید. البته فراموش نکنید که بهترین زمان برای این کار در هنگام براهما مهورتا است. اما اگر احساس می کنید که هنوز آمادگی لازم را ندارید، می توانید کتاب من را با نام 9 گام تا آگاهی تهیه و مطالعه کنید و البته که این 9 گام را با دقت انجام دهید. و یا به جای خواندن کتاب می توانید 9 ویدیویی که از این 9 گام آماده کرده ام را تماشا کنید. این ویدیوها به ترتیب لازم در یک پلیلیست با همین نام قرار دارند. لینک به پلیلیست در قسمت توضیحات موجود است.